همسفر ما باشید. این بار قراره همسفر شما رو دعوت کنه به یکی دیگر از زیباترین شهرهای کشور در مرکز ایران، جایی که صنعتش معروفیت خاصی داره و البته پر از جاذبه های گردشگری و دیدنیه. یکی از بزرگترین راسته بازارهای ایران رو داره و مسگری جزء صنایع دستی اون محسوب میشه. سراهای بازارش با ستونهای سنگی زیبا تزئین شده و از معماری غنی برخورداره. هنر نقشه کشی قالی تا رنگرزی و بافت فرش‌های دست باف. بزرگترین حمام ایران در این شهره که در حال حاضر به عنوان موزه چهار فصل قابل بازدیده. روستاهای هدف گردشگری مثل انجدان و هزاوه رو داره با مردمان خونگرم و مهمان نواز. شما همسفر ما هستید در استان مرکزی شهرستان عراق. با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستید در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان مرکزی هست، ما در شهرستان عراق هستیم. یه فاصله گرفتیم حدوداً 36 کیلومتر به سمت شهرستان خمین، رسیدیم به یکی از روستاهای هدف گردشگری در اصل شهرستان عراق به نام روستای انجدان، که میشه گفت بیشتر یک روستای ییلاقی هست و یکی از روستاهای پرظرفیت آثار تاریخی ارزشمند کشورمون هست. اینطور که دوستان به من گفتن، این روستا بیشترین آثار تاریخی ثبت شده رو در خودش داره و فضاهای تاریخی خیلی قشنگی که قرار انشالله امروز بهتون معرفی کنیم در سوژه امروز برنامه همسفر. از موزه مردم شناسیش براتون میگیم و از همینطور بناهای تاریخی که داره. ولی توضیحی که برای این روستا باید بگم، وقتی در اجماع داریم نگاه میکنیم، ساخت و سازهای خیلی جدید در روستا شکل گرفته و یکی از اتفاقاتی که خود من منتقد اون هستم، هر روستایی بافت روستایی خودش رو داشته باشه، کوچه باغ‌ها رو داشته باشه و فضاهای کاهگلی و اون سنتی رو داشته باشه، قاعدتاً بهترین جاذبه ها رو برای گردشگری میتونه ایجاد کنه. اما آب و هوای خوب و همینطور در پناه کوهستان بودن میتونه یکی از گزینه های این روستا باشه که به هر حال بهش میپردازیم. در بخش بعدی آقای محبی از اهالی روستا در مورد روستای انجدان بیشتر برامون خواهند گفت و شما ما رو با برنامه امروز همسفر همراهی کنید. همسفر ما باشید.
خطه علم و ادب و دانش و تقوا، اسباب پذیراییتان گشته مهیا. خوش آمده اید از ره و خوشتر گذرانید اوقات گران ماگه در این دهکده ما. فرهنگ و طبیعت چو در آغوش هم آید، این گونه کند جلوه به دشت و دل صحرا. جز گردو و بادام و بجز شیره انگور، عشق است و عطوفت همه سوغاتی اینجا. چون وارد این مهد تمدن شدی ای دوست، بر حفظ شؤون و ادب خیش بیفزا. بنده فضل الله محبی هستم، از اهالی روستای تاریخی و باستانی انجدان. روستای انجدان در فاصله 36 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان عراق و در دامنه غربی سلسله جبال 70 قله واقع شده. انجدان معرب واژه انگوان هست. انگوان گیاهی است بسیار خوشبو و معطر که در دامنه کوههای انجدان میروید. روستای انجدان به واسطه موقعیت جغرافیایی که داره و در دره‌ای واقع شده که از سمت جنوب، شرق و غرب با کوههای نسبتاً مرتفعی احاطه شده و به واسطه این موقعیت استراتژیکی که داشته در زمانهای مختلف مورد توجه مردم و خصوصاً حاکمان اون زمانها واقع شده. تاریخ انجدان بر اساس سنگ‌نگاره‌هایی که در اطراف روستا پیدا شده و کارشناسان محترم میراث فرهنگی نظر دادند، بین 5000 تا 8000 سال پیش قدمت داره. اما آثار تاریخی و ابنیه‌هایی که در انجدان موجود هست، انجدان اولین روستا در استان مرکزی است به واسطه تعداد بناهای ثبت شده ملی. بناهای تاریخی انجدان که 7 اثر تاریخی هست که به ثبت ملی رسیده، بناهای غیر منقول عبارتند از بقعه شاه قلندر هست که این بقعه آرامگاه شاه مستنصرالله است. شاه مستنصرالله یکی از امامان فرقه اسماعیلیه بوده. بقعه دیگه مربوط به شاه خلیل الله ثانی هست به نام بقعه شاه غریب. شاه خلیل الله ثانی هم از امامان فرقه اسماعیلیه بوده. بقعه دیگری به نام بقعه 40 دختران هست که قبرستان فرقه اسماعیلیه بوده و این هم به ثبت ملی رسیده. عمارتی از انجدان به نام عمارت شرفه. شرف خاتون به روایتی خواهر شاه عباس و به روایت دیگر دختر شاه عباس بوده و یکی از شاهزاده خانم‌های صفوی بوده که عروس شاه خلیل الله میشه. شاه خلیل الله ثانی داماد شاه عباس بوده که شاه عباس به واسطه این قرابت سببی که با انجدانی‌ها پیدا کرده بوده، دستور معافیت از مالیات انجدانی‌ها و حومه انجدان را صادر می‌کنه که این دستور بعد سنگی حک میشه و به نام سنگ شاه عباس که اون هم یکی از آثار ثبت شده تاریخی انجدان هست، موجود در حمام چهار فصل عراق. یکی دیگر از آثار تاریخی انجدان که به ثبت ملی رسیده، حمام عمومی انجدان هست که این حمام متعلق به اواخر دوره صفویه و اوایل دوره قاجار هست و اکنون به موزه مردم شناسی در انجدان تبدیل شده. انجدان دارای حدود 300 نفر جمعیت ساکن هست. شغل مردم روستای انجدان کشاورزی و دامپروری هست و این روستا به واسطه آب و هوای معتدل و مطبوعی که داره مهاجرپذیر هست و مهاجرت معکوس در روستا صورت گرفته خوشبختانه. سلام مادر، خوبی؟ سلام از من، شما خوبی؟ زنده باشی. سالم باشی. فامیلیتون چیه؟ خسروی. خانم خسروی. بله. اهل؟ انجدان. انجدان. خانم خسروی چند سال قالی‌بافی رو داری انجام میدی؟ 35 ساله. 35 سال؟ بله. قالی‌بافی از کی یاد گرفتی؟ از مادرم یاد گرفتی.
بعد به بچه‌هاتون هم یاد دادین؟ بله. همه بلدن؟ همشون بلدن، بله. قالی‌بافی رو از رو نقشه می‌بینم، می‌بینی درسته؟ بله. چی می‌خونی از رو نقشه؟ چه جوری می‌خونی؟ خب نقشه نباشه نمی‌تونیم بافی. خب چه جوری الان شما می‌خونی؟ نمی‌خونیم، همینجوری نگاه می‌کنیم و می‌زنیم. آها، همینطور نگاه می‌کنی به نقشه، بله. بعد اینجا می‌بافی. بله. بعد اینکه قالی کلم بافی کی شروع کردین قالیو بافتشو؟ یک ماه نشده. یک ماه نشده اینقدر اومده بالا؟ بله. چه وقتی که تمومه؟ این طول داره، حالا تازه شروع کردیم. ها تازه شروع کردی. قالیش بزرگه. چند یک سال طول میکشه؟ نه، 7-8 ماه میشه. 7-8 ماه. چند نفر قالی میبافین اینجا؟ همین ما 4 تا. 4 نفر. بله. بعد برام توضیح میدین که چند تا رنگ استفاده میکنی؟ چه رنگایی استفاده میکنی برای قالی بافی؟ سرمه‌ای، قرمز، سفید، آبی، سبز، دو جور داریم. درسته؟ اینا کرک، پشم، ابریشم چیه؟ خمه، خمه از پشم گوسفنده. پشم گوسفند. بله. مادر، روستای انجدان همه خانم‌ها قالی بافی رو بلدن؟ همه بلدن، اما نمی‌بافن. ما 3-4 تا می‌بافیم. چرا دیگه نمی‌بافن؟ میگن نمی‌خوام، دوست ندارن. دوست ندارن؟ بله. بعد یعنی صرف اقتصادی نداره؟ نه، نمی‌بافن. پول زیاد توش نیست. میگن خب کمه حقوقش. حقوقش کمه. بله. مردا چی؟ مردا قالی بافی بلدن؟ مردا کشاورزی و گوسفندداری میکنن. پس خانم‌ها قالی بافی میکنن، بله. مردا کشاورزی. بله. همچنان در انجدان زیبا هستیم و داریم جاذبه‌های تاریخیش رو بهتون معرفی میکنیم. تقریبا وقتی دارید توی فضای روستا میچرخی و میگردی، آثار تاریخی ارزشمندی رو میتونید ببینید که کمتر روستایی میتونه این همه جاذبه رو در خودش داشته باشه. فضایی که الان داخل اون هستیم حمام قدیمی روستا هست و یادگاری از گذشتگان، پی و سنگی که داریم اینجا میبینیم و همینطور سقف و پایه های این حمام مشخص میکنه که این حمام دارای قدمت طولانی است. آقای محمدی کارشناس این مجموعه همراه ما هستن. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر داشته باشین و توضیحاتتون راجع به این. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان برنامه همسفر. خیلی ممنونیم که امروز رو تشریف آوردین انجدان و ما از موزه مردم شناسی انجدان در خدمت شما هستیم. آقا کجا هستیم؟ در مورد حمام توضیح بدین. حمام مربوط به چه دوره هستش و چه ویژگی هایی داره؟ برزتون برسونم، این حمام حدود 350 سال قدمت داره. میشه بگیم از اواخر صفوی است تا به الان، و خدمتون بگم که اینجا تا یه چند سالی رو به حالت دوشی استفاده میشده که ما اینجا رو با هزینه شخصی و زیر نظر کارشناسی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی بازسازی و مرمت کردیم و خدمتتون عرض شود که به این شکلی که الان میبینین اینجا رو در اختیار قرار گرفته و برای معرفی روستا و بهتر جلوه دادن بناهای روستا اینجا رو ما بازسازی کردیم. بسیار عالی. مثل همه حمام‌ها اینجا سربینه داره و بینه و خزینه، یعنی اجزای تشکیل دهنده یک حمام رو کامل میتونیم اینجا ببینیم. فضایی که همونطور که آقای محمدی اشاره کردن به موزه مردم شناسی اختصاص پیدا کرده، هرچند ما اشیای زیادی رو نمیتونیم داخل موزه ببینیم و توجه آقای محمدی این بود که بیشتر خود اثر دیده بشه. آیا اینجایی که الان هست در اختیار عموم هست یا اینکه در اصل میشه گفت البته دوران بعد از کرونا به چه شکلی اینجا بازدید میکنن کسانی که میان اینجا؟ خدمتتون عرض شود، چون ما بازدید کنندگانی از سطح کشور رو اینجا داریم،
خب معمولش پنجشنبه جمعه هست به خاطر تعطیلی ها بیشتر میان اینجا و با یه هزینه مختصری میان اینجا رو بازدید میکنن. ما 3-4 تا دونه دفتر داریم که به گواه اون دفترهای ما هر کی که اینجا رو اومده بازدید کرده با یه حس بسیار خوبی از اینجا رفته، به خاطر اینکه واقعا شاید حمام ها با اینه که یکی از مهمترین بناهای ما ایرانی هاست درست معرفی نشده و ما اینجا سعی کردیم بیشتر حموم رو معرفی بکنیم تا مخصوصا چون جوونا و بچه های میان اینجا که اینجور موقعیت ها رو ندیدن بهتر بتونن با حمام های قدیمی ایرانی و حمام خزینه آشنایی پیدا بکنن و استفاده. عالی. خیلی ممنون، تشکر از توضیحاتتون. در ضمن کف این حمام یک معماری خاص خودش رو داره که به صورت شیشه‌ای پوشانده شده، گربه رو، که به معنی این هستش که گرما از اونجا عبور می‌کرده و برای همین اولین پدیده گرمایشی کف زمین در این حمام‌های قدیمی شکل می‌گرفته که اینجا کاملا شما می‌دونین راه‌های گربه رو ببینین. همراهی کنین ما رو، در ادامه میریم در سطح روستا و ابنه تاریخی این روستا رو باز بهتون معرفی می‌کنیم. بعد از معرفی حمام زیبای روستای انجدان و به هر حال موزه‌ای که در اون قسمت شکل گرفته به عنوان موزه مردم شناسی، باز هم میرسیم به نماهای تاریخی که در اطراف روستا هست و الان یه جزئی از در واقع بناهای تاریخی خود روستا رو شکل دادن. جناب آقای اسماعیلی همراه ما هستن که از جوانان پژوهشگر روستای انجدان و قرار در مورد معماری این فضاها برامون بگن. قبل از اینکه بیایم اینجا یک معماری هم در کنار روستا و کنار مسجد دیدیم، اون معماری مربوط به چه دوره‌ایه و مربوط به چه شخصیتی؟ سلام علیکم، شما هم قبلش با بینندگان همسفر داشته باشیم. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان برنامه همسفر و خیلی ممنونم که روستای ما تشریف آوردید. زنده باش. بنایی که اونجا مشاهده کردید متعلق به شاه مستنصر بالله ثانی امام 32 فرقه قاسم شاهیان در انجدان. نوع معماری و احداث بنا مربوط به دوره ایلخانی میشه. 880 ایشون در اینجا فوت کردن و فرزندشون شاه عبدالسلام براشون این بنا رو احداث نمود. خود بنا از نظر پلان بیرونیش 8 ضلعیه، گنبد شکل هرمی 16 ترکه، ساق گنبد 16 ضلعیه که تو 4 جهت اصلی 4 تا نورگیر که پنجره‌های مشبک توش کار گذاشته بودن وجود داره. تو ضلع تقریبا شرقی اون با 11 تا پله آمدن محوطه رو به پشتمون وصل کردن از طریق اون. ایوان ورودی که داریم تو ضلع جنوبه که روبروی سرچشمه و مسجد علی ابن ابی طالب میشه. البته ایوان ورودیش الحاقیه، یعنی بعد از ساخت خود بنا اضافه شده به این بنا. بله، و داخل این معماری هم که وقتی داشتیم نگاه می‌کردیم متأسفانه مثل همه آثار تاریخی که قبلا رفتیم دیدیم دستخط‌های نازیبای کسانی رو دیدیم که به عنوان
گردشگر شاید به این فضاها میان، نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت، که کل دیواره و سازه اون رو سیاه کرده بودن و پر از خاطرات نازیبایی بود که اونجا میتونستیم ببینیم. و باور کنید تصویربرداری از داخل این بقعه بسیار سخت بود، یک جای سالم برای اون فضا نذاشته بودند، که امیدواریم کسانی که در رأس امور هستند در این زمینه، به خصوص از آنی که در اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هستند، حتما توجه ویژه‌ای داشته باشند و این آثاری که به هر حال قرنها و سالها به یادگار به دستمون رسیده رو یه جورایی حفظ و مرمت کنن که آیندگان هم بتونن بهرشو ببرن. خب فضایی که الان در اون قرار داریم چه فضایی هستش؟ در مورد این فضا هم توضیح بدین و برامون بگین. این مقبره بارگاه عباس ابن عبدالسلام ملقب به شاه غریب. سال 904 ایشون فوت کردن و این بنا احداث شده برای ایشون. بنا 8 ضلعیه، مساحتش 140 متره، طبق بناهای ایرانی به صورت چهارتاقی ساخته شده. درب ورودیش رو به شرقه و سه تا درگاه دقیقاً در سه ضلع دیگه برابر هم دیگه اینا ساختن. گنبدش گنبد کمخیزه، چهار تا گوشواره داخل تو ارتفاع 6 متری کار کردن که این به صورت یک نواختی در بیاد اون بنا. درسته. خب یه زمین زرایی هم قشنگ پایین اون داریم میبینیم و متاسفانه باید این توضیح هم بدم که دقیقا در کنار همین بقعه و همین بنا هم ما سازه هایی داریم میبینیم که هیچ سنخیتی به معماری این فضا نداره. از بالا هم که روستا رو نگاه میکنیم، سقف های شیربونی و من این سازه ها رو سازه های یک روستایی نمیدونم و نمیبینم، ولی خب قاعدتاً چقدر خوبه که در نزدیکی در واقع فضاهایی که تاریخی هستن و بناهای تاریخی هستن ما یک منظره زیبا رو داشته باشیم تا کسانی که به عنوان گردشگر میان بتونن از اونجا عکاسی کنن، بتونن تصویر بگیرن و بتونن به هر حال اون بنا رو زیباتر ببینن. روستای شما به عنوان روستای هدف گردشگری معرفی شده، درسته؟ و اینکه گردشگرها در چه طول سال میتونن از این فضاها دیدن کنن، شما بومگردی دارین اقامتگاه؟ نه. یکی از ایراداتی که باز میتونیم به روستای هدف گردشگری این چنین داشته باشیم، فضا به این قشنگی، آب و هوا به این خوبی، طبیعت به این زیبایی، متاسفانه فاقد بومگردی هستش. من از دوستان پرسیدم چرا بومگردی ندارین؟ ظاهرا مشکلاتی که بعضی از ادارات در مسیر راهشون قرار دادن، مثل جهاد کشاورزی، مثل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و فضایی که به هر حال میتونن فضاها رو آماده بکنن، همکاری آنچنانی نشده. من خواهش میکنم در روستاهای هدف گردشگری اولین اتفاقی که بیفته باید بحث اقامت بومگردی باشه. من گردشگر وقتی سفر میکنم به این روستا وارد میشم، شبمانی رو در این روستا تجربه کنم، غذاهای خوشمزه این روستا رو به هر حال میل کنم و بتونم یک شب رو در کنار این روستایان عزیز بمونم. درست گفتم آقا؟ بله دقیقاً. شما نمیخوای بومگردی بزنی؟ ما اتفاقا سال 95 حدود نیت کردیم و عملم کردیم. 2 سال و 4 ماه هم پیگیری کردیم ولی خب آخرم نشد. بله که بخوایم احداث کنیم، امیدوارم که اتفاق رقم بخوره. خیلی ممنون، تشکر از شما، از شما بینندگان از برنامه همسفر هم دعوت میکنیم به هر حال همراه همسفر ما باشین و زیبایی های استان مرکزی و شهرستان عراق لذت ببرین. خب این روستا رو بهتون معرفی کردیم، انجدان روستایی که هدف گردشگری هست و امیدواریم که شما عزیزان اینجا رو به عنوان مقصد سفرتون انتخاب بکنید. عزیزان زیاد ما رو همراهی میکنن در این سفر و کمک میکنن، آقای صالحی عزیز، آقای عباسی بانی و آقای اسگری و تمام دوستانی که به هر حال همسفر ما هستن تا این جاذبه رو بهتون معرفی بکنیم. شما عزیزان بیننده هم میتونید در فضای مجازی پیگیر ما باشین، همسفر.tv. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از این طریق ما رو مطلع کنین. تا فردا سوژه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.